تو این قسمت با 10 تا از فیلم های ترسناک با حال هوای کریسمس آشنا میشیم. لینک دانلود فیلم منتخب معرفی شده تو قسمت توضیحات قرار میگیره و اگه دوست داشتید میتونید دانلود کنید و ببینید. لطفاً حمایت از کانال هم یادتون نره. فیلم داستان‌های ترسناکی روایت میشه که همشون تو شب کریسمس و حالا هوای آخر سال اتفاق افتاده. این دفعه به جای بابا نوئل شیطان مقابلش ظاهر میشه و آدم‌های شهر رو به وحشت میندازه. این فیلم 1 ساعت 39 دقیقه‌ای ژوئیه سال 2015 تو ژانر فیلم‌های فانتزی و ترسناک منتشر شد. داستان ترسناک کریسمس تا حالا با 10,000 رایت سایت IMDb تونسته امتیاز 5.8/10 رو بگیره. آنها دختر نوجوانیه که باید همراه دوستاش مقابل زامبی ها قرار بگیرن و جون مردم شهر رو نجات بدن. داستان جالب و ترسناک فیلم هم درست زمانی اتفاق میفته که قرار سال نو بشه و حال هوای کریسمس کل شهر رو درگیر خودش کرده. فیلم 133 دقیقه یا آنها آخر زمان سپتامبر سال 2017 تو ژانر فیلم های کمدی ترسناک و موزیکال منتشر شد. این فیلم تا حالا با 13,000 رایت سایت IMDb تونسته امتیاز 6.1/10 رو بگیره. در سنی آر برای این فیلم ثبت شد و تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. فیلم خوفناک استرالیایی به درد کسایی میخوره که نمیخوان یک کریسمس سالم و معمولی داشته باشن. خانواده لوکاس واسه تعطیلات راهی سفر شدن و تنها بچهشون رو به پرستار خانوادگی اشلی سپردن. حالا لوکاس 12 ساله سعی داره از تنهایی استفاده کنه و احساساتی که نسبت به پرستارش داره رو به زبون بیاره، ولی اوضاع با همین خط داستانی جلو نمیره و به زودی قراره همه چی به هم بریزه. فیلم 1 ساعت و 29 دقیقه بهتر مراقب باش سپتامبر 2016 منتشر شد و تا حالا با 36,000 رایت سایت IMDb تونسته امتیاز 6.5/10 رو بگیره. در سنی آر برای این فیلم ثبت شد و تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. قسمت از فیلم ترسناک کریسمس سیاه که دسامبر سال 2006 منتشر شد. بیمار روانی از آسایشگاه به سمت خونه دوران بچگیش فرار میکنه، ولی حالا اون خونه تبدیل به انجمن خواهری شده. ماجرا وقتی ترسناک و خشن میشه که اون تو شب کریسمس شروع به کشتن تک تک افراد ساکن اونجا میکنه. فیلم 135 دقیقه کریسمس سیاه محصول مشترک کشور کانادا و آمریکا است. این فیلم تا حالا به 27,000 رایت سایت IMDb تونسته امتیاز 4.6/10 رو بگیره. سال 2019 قسمت جدیدی هم از این فیلم ترسناک منتشر شد. از فیلم‌های ترسناک و خشن کریسمس که بعد از قسمت‌های قبلی سال‌های 1974 و 2006 به عنوان سومین قسمت دسامبر سال 2019 از طریق یونیورسال منتشر شد. داستان دلهوراور ترسناک فیلم در مورد یک گروه از دخترای جوونه که در حال خوشگذرانی تو تعطیلات کریسمس هستن، ولی ورود غریبه مرموز همه چی رو تغییر میده. این غریبه قاتل سعی داره تک تک دخترها رو به دام بندازه و دخترها باید واسه نجات دادن خودشون از شر غریبه خلاص بشن. این فیلم اسلشر و رمزآلود کریسمسی سال 2019 منتشر شد و تا حالا با 15,000 رایت سایت IMDb تونسته امتیاز 3.4/10 رو بگیره. ماجرای فیلم تو حال و هوای کریسمس اتفاق میفته. اعضای خانواده سعی دارن اختلافات و مشکلات خودشون رو کنار بذارن و تو سال جدید کنار هم جمع بشن. تو همین ماجراها پسری باعث آزاد شدن اهریمن میشه و اونو وارد خونه میکنه.
این فیلم 138 دقیقه کمدی و ترسناک دسامبر سال 2015 از طریق کمپانی یونیورسال منتشر شد و تا حالا با 70,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.2 از 10 رو بگیره. ماجرای ترسناک این فیلم تو اعماق کوههای فنلاند اتفاق میفته. اونجا بابا نوئل با یه دریچه باستانی روبرو میشه که قراره همه چیز رو به هم بریزه. از اون به بعد بچه‌ها شروع به ناپدید شدن میکنن و ذهن‌ها به سمت بابا نوئل کشیده میشه. فیلم فانتزی و ماجراجویی 124 دقیقه صادرات کمیاب سال 2010 یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک کریسمس حساب میشه. این فیلم تا حالا تونسته با 28,000 رایت سایت IMDb امتیاز 6.7 از 10 رو بگیره. پلیس محلی شهر سعی داره قاتل سریالی رو که لباس بابا نوئل میپوشه و تو شب کریسمس خودشو نشون بده دستگیر کنه. این فیلم اسلشر و ترسناک نوامبر سال 2012 تو حال و هوای کریسمس با کارگردانی استیون سیمیلر منتشر شد. فیلم 134 دقیقه یه شب خاموش تا حالا با حدود 8,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 5.2 از 10 رو بگیره. در سنی آر برای این فیلم ثبت شد و به خاطر بعضی از صحنه‌های ترسناک و خشن تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. هلین همراه جوانا و دختر پسر خردسالش به خونه خواهرش کلونی میان تا سال جدید رو کنار کلونی و شوهرش رابی و بچه‌هاشون بگذرونن، ولی این دور همی قرار نیست به آرومی تموم بشه، چون که به نظر بیمار شدن با والدینشون درگیر میشن. اکان دسامبر سال 2008 رو ژانر فیلم‌های ترسناک و رمزآلود تو حال و هوای کریسمس منتشر شد. فیلم 1:24 دقیقه انگلیسی تا حالا با 18,000 رایت سایت IMDb تونسته امتیاز 6 از 10 رو بگیره. در سنی آر برای این فیلم ثبت شد و تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. دختر پسر دانشجوی فیلم تو راه برگشت به خونه با همدیگه همسفر میشن تا برای یه جشن کریسمس کنار خانواده باشن، ولی پیچ اشتباه اونا رو تو مسیر جادویی و مرموزی وارد میکنن. اونا برای اینکه شب آخر سال به خونه برسن باید از منطقه عبور کنن که به غیر برف و سرما روح انسانهای مرده اونجا رو تسخیر کرده. فیلم 131 دقیقه باد سرد یا کولاک آوریل سال 2007 از طریق کمپانی توزیع سونی تو ژانر فیلم‌های ترسناک منتشر شد و تا حالا با 23,000 رایت سایت IMDb تونسته امتیاز 5.8 از 10 رو بگیره. در سنی آر برای این فیلم ثبت شد و به خاطر بعضی از صحنه‌های دلخراش و دلهره‌آور تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه.